سلام بکس حالتون چطوره سلام بکس بکس ورد اف باز امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی عالی و تو بگاتون کلی گل داشته باشید بعد از دو سال فعالیت کردن روی پلتفرم یوتیوب و بیشتر از هزار تا ویدیو آپلود کردن من شکست خوردم امروز تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا اصلا احساس میکنم که شکست خوردم و مسیرم تو این دو سال چجوری بود هدفم چی بود تا به کجاها رسیدم بچو اول از همه باید بگم که من ناشکر نیستم نسبت به وضعیتی که دارم و حداقل توی این دو سال تمام تلاش خودمو کردم اینکه هزار تا شما ویدیو آپلود کنید توی دو سال واقعا مقدار خیلی زیادیه حالا بچه که دارن توی این راستا کار میکنن ویدیو میذارن میدونن که چقدر زحمت داره ولی بچه من به اون هدفی که میخواستم نرسیدم یعنی هدف من این بود که کانالم به صد هزار تا سابسکرایبر برسه که واقعا نرسیده و البته هدفم این نبود که تو دو سال کانال به صد هزار تا سابسکرایبر برسونم ولی به جایی که الان رسیدم و رشد سابسکرایب حالا آیندم که دارم میبینم میبینم که حالا حالا ها قرار نیست با صد تا سابسکرایبر برسیم حتی شاید بعد 10 سال یا 20 سال هم این کانال به 100.000 تا سابسکرایبر نرسه پس یه جوری آب تو هاون کوبیدنه و بعد به این نکته هم اشاره کنم که من ناراضی نیستم از وضعیتی که دارم یعنی میشه گفت کانال من تقریبا یکی از پربازدیدترین کانال های ورد فارسی و کلا گیم های ام تو کامیونیتی فارسی و میتونم با جرئت بگم که بیشترین درآمدم همین کانال من داره تو کل حال کامیونیتی فارسی ولی کلا کامیونیتی ورد و رفت و گیم های ام کوچیکی یعنی بزرگترین اشتباه من هم همین بود که اینو ندیدم این تو استارت کارم ندیدم که آقا ورد آف وارکرافت رفت گنجایش هدفهای من رو نداره گرچه بچه من تمام سعی خودم کردم تو این دو سال و حالا واسه یه سری که شاید خیلی تو ذهنشون باشه که آقا چقدر پول در میاری از این یوتیوب من حالا کلا اگه بخوام کل چیزایی که حالا از جای مختلف در میاد از طریق کانال یوتیوب هم حالا اسپانسری دونه هر چیزی که هست تو حساب کتاب کنم سرجم میشه 20 میلیون تومان حالا شاید هر ماه هم 20 میلیون تومان نشه یه سری ماها کمتر مثلا 17 18 تومان یه سری ماها هم بیشتر 20 تومان 21 تومان یعنی من بعد دو سال به ماهی 20 میلیون درآمد رسیدم از یوتیوب و خدا رو ناشکر نیستم نمیگم که درآمدم کمه فقط دلیل اینکه احساس میکنم شکست خوردم به خاطر اینه که اون هدفی که من تو ذهنم داشتم و دارم این که به 100 هزار تا سابسکرایبر برسم این که به ماهی 4 5 هزار دلار درآمد برسم از یوتیوب با این موضوعی که من شروع کردم نمیشه بچه‌ها ورد فورکرافت فارسی حد و مرزش همینه با اینکه با جرئت میتونم بگم به یکی از بهترین ها تو کامیونیتی ورد اوف وارکرافت فارسی همین کانال منه. دیگه در واقع هر کسی که توی کامیونیتی فارسی تو یوتیوب فارسی دنبال محتوای ورد اوف وارکرافت یا گیم های ام, ام, ام باشه، حداقل یکی دو تا ویدیو از کانال من دیده و با من آشنا هست. ولی بحثی که هست کلا گیم ورد اوف وارکرافت گیم بچا محدودیه. و اگه هم حالا بین شما کسی هست که میخواد این کارو شروع کنه خیلی مهمه که آقا قبلش تحقیق کنید به اون موضوعی که شما میخواید ویدیو بذارید حالا تو کامیونیتی فارسی تو کامیونیتی انگلیسی برید سرچ کنید ببینید در مورد اون موضوع چقدر ویدیو هست چقدر ویدیوهاش بازدید گرفته و کانالاش چقدر سابسکرایبر داره من از همون تو استارت کارم نمیدونستم این قضیه رو و اومدم سرمایه گذاری کردم انرژی خیلی زیاد گذاشتم روی کاری که واقعا به هدفام منو نمیرسوند و این خیلی مهمه بچه وقتی شما تلاش کنید سعی کنید باید هوشمندانه تلاش کنید اینکه فقط تلاش کنید بدون فکر کردن نتیجه ای که میخواید رو بهتون نمیده و بازم میگم بچه اینا به این معنی نیست که من از کارم ناراضی هستم خدا رو شکر حالا ما 20 میلیون تومان داره میندازه تقریبا میشه گفت بزرگترین کانال ورد فارکی رفت فارسی رو داریم خیلی بچا لطف دارند و دمتون گرم که 7000 تایی کردیم ما رو به 7000 تا سابسکرایبر رسوندید خیلی برام جالب بود توی این مسیر بچه ها فراز و نشیب خیلی زیاد داشتم مثلا یکی از بهترین روزایی که داشتم روزی بود که از طرف اگزیت لگ به پیام دادن و خواستن اسپانسر هم شد. من خودم مثلا باورم نمیشد به هر کسی هم میگفتم میگفتن که نه بابا دروغ سرکاریه مگه میشه اگزیت لگ مثلا بخواد اسپانسر تو بشه ولی واقعی بود و من یه ویدیو هم واسه اگزیت لگ گرفتم و پولم ازشون گرفتم و خیلی خوشحال بودم که مثلا یه سایت خارجی اومده و از کانال من در تبلیغات میگیره و از اون ور روزای بعدی هم داشتم روزی که ویدیو مثلا کپی رایت گرفته بود به خاطر اینکه دو سه ثانیه یه موزیک پس زمینه توش پخش شده بود که اصلا حواسم هم نبود به خاطر همون دو ثانیه ویدیو کپی گرفته بود و بالا و پایین خلاصه زیاد داشتم توی این مسیر و تا اینجا که رسیدم بچه ها من خیلی چیزا رو یاد گرفتم اینکه چه جوری ادیت ویدیو بکنم اینکه چه جوری ادیت عکس بکنم اینکه چه جوری راحت بشینم پشت دوربین جلوی دوربین پشت میکروفون صحبت بکنم شاید روزای اول اون متن رو که می‌خواستم در موردش صحبت کنم و پنج بار بعد واسه خودم می‌نوشتم و می‌خوندم که راحت بتونم در موردش صحبت کنم ولی الان کافیه به یه موضوعی فقط فکر کنم که بتونم راحت بیام جلو دوربین و در مورد اون موضوع صحبت کنم یعنی صحبت کردنم جلو دوربین هم خیلی بهتر شده و قطعا خیلی چیزا من توی این مسیر یاد گرفتم و این ویدیوی ای من به این معنی نیست که من از این به بعد قرار این کارمو ول کنم و کانال ورد فارکرفتم و بیخیال شم اتفاقا به همین روندی که تا الان داشتیم قرار ادامه بدیم و قرار بچه هر شب استریم بذارم دیگه میدونید بچه من تقریبا یه شب در میون استریم میذاشتم الان چند روزه که استریم نمیذارم واسه اینکه که قرار استریم رو ببریم رو کانال دوممون چون که اون کانالی که دارم ویدیو توش آپلود میکنم اگه استریم هم بکنم به کانال صدمه میخوره تو یوتیوب واسه همین یه کانال دوم ساختم تو واسه استریم که تو هست حتما کانال سابسکرایب کنید اگه میخواید استریم ها رو دنبال کنید از هفته بعد که پچه ده دو پ میاد اولین استریم رو رو اون کانال میذاریم و دیگه از اون شب به بعد هر شب تو اون کانال استریم میکنیم تا برسیم حالا به اونجایی که مد نظرمون هست پس فعالیت من توی ورد کرفت قرار نیست کم بشه به همین روند قرار ادامه بدم ولی بچه ها، اون چیزی که تو ذهن من بود و هدف من بود و هدف منم هنوز هست این موضوع ورد رفت نمیتونه بهم بده موضوع ورد اف رفت نمیتونه منو به 100 هزار تا سابسکرایبر برسونه برای همین من بیشتر این ویدیو رو گرفتم که حالا یه تلنگوری واسه خودم هم باشه که بخوام در آینده خیلی نزدیک یه کانال دیگه هم بزنم که کلا موضوعش از موضوع ورد اف جدا باشه یک موضوع پربازدیدتر باشه یه موضوعی که کلا تو کامیونیتی مخاطب براش بیشتر باشه و من بدونم که اگه دو سال توی اون موضوع فعالیت کردم و هزار تا ویدیو در مورد اون موضوع گذاشتم حداقل ببینم که آقا در سالهای آینده من به 100 هزار تا سابسکرایب میتونم برسم نه که به خودم دو دو تا چهار تا کنم ببینم با این رشد سابسکرایبی که کانال من در مورد موضوع ورد فور رفت داره شاید 20 سال طول بکشه تا من به 100 هزار تا سابسکرایبر برسم و این اصلا هدف من نیست پس کار ما بچه و به همین سبک تو کانال ورد رفت ادامه پیدا میکنه به همین قدرت حتی کانال دوم واسه استریم هم بهش اضافه میشه که حتما سابسکرایب کنید لینکش تو دیسکریپشن هست به غیر از اینا یه کانال دیگه هم قرار بزنم که کانال اون کانال دومی که قرار بزنم که موضوعش کلا قرار جدا باشه از موضوع ورد رفت و اصلا معرفی نمیکنم تو کانال اولا چون که قرار موضوعش جدا باشه که و شما که مخاطب ورد رفت هستید شاید اصلا اون موضوع رو دوست نداشته باشید خواستم توی این ویدیو بهتون بگم که اگه قصد دارید همچین کار رو شروع کنید در مورد حالا هر موضوعی ویدیو بذارید کانتنت کریتور شید استریم کنید قبلش خیلی مهمه که بچه ها تحقیق کنید ببینید واقعا سقف کارتون چقدر مخاطب چقدر واسه اون کار هست اگه من بهترین ویدیو رو در مورد وورد اف وارکرافت کامیونیتی فارسی بذارم تای تایش چقدر بازدید می میدونید چی میگم و اگه قبلش این اطلاعات رو جمع کنی میتونی یک حالا هدف خیلی سالمتر و درستتری واسه خودت داشته باشی ما کانال کانال تا اینجا آوردیم دو سال براش زحمت کشیدیم دیگه بی خیالش نمیشیم ولی اگه من دو سال برگردم عقب 100 درصد در مورد یک موضوع دیگه کلا شروع میکنم در حالا ویدیو گذاشتن و استریم کردن و هنوزم دیر نشده همونطور گفتم یه کانال دیگه میخوام بزنم و این ویدیو رو گرفتم که خودمو مجاب کنم شما هم حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید بچه ها. شما هم اگه تجربه این شکلی مثل تجربه من داشتید حتما بیاید واسه من بذارید کامنت های این ویدیو رو همه رو و حالا اگه کسی سوال داشته باشه سعی میکنم بهش سوالش هم جواب بدم دمتون گرم که این ویدیو رو تا این تا با من همراه بودید مرسی که کانال رو زارتایی کردید دوستتون دارم ماچ به کله همتون خدا نگهدار.